بسم الله الرحمن الرحيم. در یک حدیثی است که پیغمبر اکرم فرمودند که ماه رمضان آمد، اقبال کرد آمد. در ضمنش می‌فرمایند که دعیتم الی ضیافت الله، ضیافت‌های خدا با ضیافت‌های مردم این از فرقش که وقتی شما را یه اشخاصی دعوت بکنند به یک مهمانی، وقتی برید در اون مهمانی به حسب فراخور حال یه چیزهایی برای خوردنی و یه چیزهایی برای تفریح هم چیز هست. ضیافت خدا در ماه رمضان یه شعبه روزه است، این ضیافت خداست، یک شعبه روزه است و یک کار امر مهمش که مائده غیبی و آسمانی است، قرآن است. شما دعوت شدید به مهمانی خدا و شما در ماه رمضان مهمان خدا هستید، مهماندار شما شما را وادار کرده است به اینکه روزه بگیرید. این راه‌هایی که به دنیا باز است و شهوات هست و اینها را سدش کنید تا مهیا بشید برای لیلة القدر. انشاءالله بتوانیم در این مهمانی عام پروردگار جزء مهمون‌های شاخص قرار بگیریم و انشاءالله برای مهمانی خاص پروردگار دعوت بشیم، چون فرمودن ماه مبارک رمضان ضیافت عام است. ایها الناس، ای مردم، همتون دعوتی. اما فرمودن اونهایی که در این مهمانی شاخص بشن، جز مهمونای برجسته بشن، شب عید فطر یکی از جایزه هایی که خدا میده برای مهمونی خاص که عرفه است دعوتشون میکنه. از ماه مبارک رمضان خطابش عام است، همه دعوت. این که من چگونه در این مهمانی خودم رو نشون بدم باعث میشه یه به مهمونی خاص دعوت بشیم که امیدواریم انشاءالله همه ما به مهمونی خاص پروردگار دعوت بشیم در این رمضان انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل